سلام به شما دلبرای من، ایام به کامتون باشه. امروز اومدیم بچه ها ریاکت بزنیم به باهوشترین پلیرهای ایرانی. شاید بپرسیم محمد یعنی چی باهوشترین؟ اجازه بدین که واسه شما توضیح بدم. ما توی کانال تلگرام بچه ها یه بخشی رو داریم که شما میتونین از بهترین پیشبینی‌های کتاب الان توی بازی زدین واسه من ویدیو ارسال بکنه. منم بچه هفته یک بار یا مثلا هر 10 روز یک بار به ویدیو شما ریاکت میزنم. به هر پیشبینی هم از 1 تا 10 نمره میدیم دوستان گل من. خب حالا باید برای ارسال ویدیو چیکار بکنین؟ در قدم اول بچه باید وارد کانال تلگرامی ما بشین که لینکش توی توضیحات ویدیو هست، توی کامنت ها هم پین شده. در قدم دوم وارد بیوی کانال بشین، روی کلمه بیشتر کلیک بکنین و روی لینک مربوط به ارسال پیشبینی یا اتفاقات کمیاب ضربه بزنین. به همین آسونی توی قسمت کامنت های این پست میتونین بچه ها ویدیو خودتون رو ارسال بکنین. دوستان گل من، فقط شما پیشبینی ها رو ببینین. آدم دوست داره زوزه بکشه، جانم به این پیشبینی‌های زیبا و جذاب. منتظر پیشبینی‌های شما عزیزان هستیم. توصیه میکنم حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین، چرا که بچه خود منم خیلی شده از این پارتو اصلا بازی یاد بگیرم. به شدت پیشبینی‌ها جذابن و سطحشون بالاست. بریم ببینیم که این بار چه کردیم واسمون. یه نیدوکا رو در آورد، ببینیم چه شده است اینجا. اینجا چه شده است؟ چه برای منورده مارکو؟ خب الکتروجاینت از روی پول، فوران اسکیل رو شاید هستیم. یه تونادوی عالی، مرسی، ماشالله. دوستان گل من باید سرعت عمل داشته باشین، آسون نیست. غفلت بکنیم فیشر من با غلابش یقه الکتروجاینت رو جمعش میکنه. ببینین، میخواستم بگم دستشون نیدو بود ولی نبود دستش، ولی بازم سری بود. خوش آمد. از 1 تا 10 نمره 6 رو میدم. خیلی پیشبینی به حساب نمیومد ولی پروتیپس هم ما میپذیریم. پروتیپس خیلی خفنی هم نبود. اوه اوه اوه، حریف چه تومسون افتضاحی انداخت. میگم بچه ویدیو نکته داره اینجاست. هرگز جلو دکی که بولر داره تومسون رو اینجوری نندازین. این نکته اول. به خدا که خود من نمیدونستم. پس بچه ها جلوی دکی که بولر داره تاورتون وقتی رفت تومسون رو اینجوری نندازین. دوتا سنگ و بچه ها مف میکوبه به تاورتون. عواستون باشه. نمره هشت نکته مهمی بود. بله، خب توضیحات چی نوشته؟ شانس چی شده اینجا؟ آخ لاگی که بچه ها عریف شد باعث شد که ماجیک آرچر بیاد عقب. نه لاگ نیست، وای سنگ بوله خورده بهش. ببینی بچه، سنگ بوله خورد به ماجیک، ماجیک اومد عقب. چه جالب. یک بار دیگه ببینیم. این بچه این بوله سنگش خورد، فایبال میس شد. خیلی بامزه بود. حواستون رو جمع بکنین. نمره 7.5 بامزه به خودش. پیشبینی گابلین با یه دونه لایک، حالا اون کلمه دیگه شو نمیخواستم بگم، حالا همچین جالب نبود ولی خب ما میپذیریم. حرکت خفانی بچه ها نبود. شما در هر صورت ماینر رو اونجا میداختی، حالا چه واسه بیبی چه واسه گابلین، موضوع بجی هستی. بعد ماینر هم دیر انداختی، تاور داره بالون رو میزنه. شما بول ماینر رو دیر انداختی قربان شما بشم، اصلا خوب نیست. خب کیفیتش شاید کم اینجا. مرسی لاگ، لاگ بچه عالی. اسکلت ها بچه ها چیزی گفتن؟ متوجه نشدم. یک بار دیگه. اوه اسکلت ها عصبانی هن. اسکلت ها بچه ها عصبانی هن. اسکلت ها رو اذیتشون نکنین. هر سری هم اینا رو پیشبینی میکنین، تحویل بگیرین دیگه، با من نیستن و با شما. من گردن نمیگیرم. اوه آقا ما غلط کردیم، آقا من گردن نمیگیرم. خب دوباره امید. خواهش میکنم بچه با کیفیت بیشتر یه ارسال بکنین. این بیشتر پیشبینی چیز بود، پرنسس بود. داره آفری حرکتش بامزه بود. پرنسس رو دست کم نگیرین. هر بار بچه ها نتونین پیشبینیش بکنین، دو تا به تاور شما میزنه.
سه بار بندازه، هر بارم دوتا بزنه 6 تا دمج موف پرنسس به تاور شما میدهن. باید پیشبینیش بکنه نمره 6 و 6. اوکساکل در مقابل یک ورژن دستساز از لاوا، یه فایبول رو 3 میلیون. آفرین، فایبول بچه و فایبول بعدی نبود، پیشبینی بودیم. ببینم فایبول رو زود زد. آره پیشبینی بود، از قبل فایبول رو زد. آره بچه ها، نمره 7.5 پیشبینی بود بچه ها. بله از قبل زد و من متوجه میشم، من بال بچه ها تو رویال تجربه دارم، متوجه میشم. آفرین، فهمیدی چی شد؟ اونجا ماینر آخ آخ آخ، تموم شد و رفت. دوستان گل من، جدا از حساس بودن این بازی، فهمیدین چی شد؟ اینجا گابلینی که از عقب انداخت، ببینین گابلینی که انداخت، باز شد لایتنینگ به تاور نخوره. ای ماشالله پسر خیلی باهوشی تا. آفرین، تا به اینجا کار بچه ها بهترین پیشبینی از آن تاها هستش. نمره 9، بله نمره 9، ماشالله پسر. چقدر بچه ها به موقع انداخت گابلینو. آفرین، نمره 9 واسه تاها به همراه یه دونه لایک شادو. یا خدا، یا حریف چه حسابونی، حریف رو داشته باشی، حریف رو بچه ببینیم. خب چند اکسیر بچه رو اجازه ده محاسبه بکنم؟ 4 اکسیر ماسکیتر، 4 اکسیر هوک، 4 اکسیر همشون 4 اکسیر هن، 16 اکسیره. یا خدا، ببینیم والکری مینیپکا هوک ماسک 16 اکسیر. حریف خیلی حسابونیه. نمره 8.5 وامزه بود. باتل رام چی شده مگه اینجا؟ قضیه بچه چیه؟ آها کنون کارت اینجا. آره کلن بچه ها، کنون کارت که اینجا بهتره که از بین بره، هر کارتی پشتش بندازین گیر میکنه. میخواد چه میدونم گاله من باشه بچه ها گیر میکنه. بله من دیدم گاله من پشت گیر کرده، فقط حتما باید اینجا از بین بره، فقط همینجا، جای دیگه بچه ها نه. 8.5 با مرزه بود. معاملات مناطق محروم. داداش این پروفایل، این داداش گل من، این پروفایل شما چیزه، این تامنیل کانال منه، ما هزینه کردیم برادر عزیز ما. یعنی چی؟ من از شما شکایت میکنم، من بچه از شما شکایت میکنم. شوخی میکنم، با مرزه بود. تامنیل ویدیوی منو گذاشته بود پروفایل، خیلی بامزه بود. خیلی خوب بود. خب اوهو، اینجا کی میخواد دفاع کنه؟ اجازه بدین اینجا رو کی میخواد دفاع کنه؟ بپا حواستو جمع بکن. آخ اسکلت بولوشن، اینفنو تاور، وای اینفنو گالم چسبیده. نه گل بچه ها نچسبید. الکترو دراغونا، اسکلت ها چسبیدن، تموم شد و رفت. اسکلت ها بچه ها از وسط زمین رسیدن به تاورش. ببینیم بچه ها، نکته اول چیه؟ هرگز تسلیم نشین، حتی اگه اینقدر تحت فشار بودیم. ببینیم تازه گالم دیگه هم انداخت و فقط همین گالم نبود، یه ماسکیتر. ببینیم چقدر حریف جلو هستش بازیو. اینجا ماینرش رو دیر انداخت، من گفتم بازی رو باخته، ولی خب اسکلت هایی که اینجا انداخت، نیدو شریف بعد زد و وگرنه اسکلت دفاع میشد. آها این بندیتی که حریف انداخت، آها نایت و بندیتش اضافی بود. اگر بچه نایت و بندیت رو نمینداخت، همون الکترو دراغون حریف اسکلت میشدن. اسکلت که بچه وقتی گور میگیره هول نکنین. این داداش گل ما اگر اینجا بندی تو ببینین نمینداخت، باور کنین اسکلت ها دفاع می شدن، باور بکنه. با مزه بود. نمره 7.5 رو میدم. عجب راکت های می زنیم بچه ها. به چند اکسیر خورد مورتار و مجیکاشر که 8 اکسیر، یه بالون 13 اکسیر رو بچه ها با چیز زد، با راکت زد. نمره 7،
اینجا چه شده است؟ پیش بینی بچه چی اینجا؟ خواه عالی عالی، یه اسپریت هم نیازه. آفرین، همه چی عالی، فایربال، لاگ و اسپریت، هر سه تا بچه عالی. یه ویدیو ساتیسفاینگ و جذاب. ماشاءالله پسر، نمره 8.5 9، عذر میخوام 9. بله این که اسپریتش هم تمیز انداخت، من خیلی خوش آمد. وقتی بدترین تکامل بازی جونتو نجات میده. آخ آره، واقعا آره. میدونین چرا؟ چون اکسیری نداره. ببینین هیچ اکسیری بچه نداشت. اگر اسپریت نمیپرید واقعا کارش تمام بود. البته خودش هم عالی بازی کرد، خدای اسپریتش عالی انداخت، دقیقا پرید جایی که باید میپرید. ماشاءالله. فصل بعدی هم باف میشه، یکم اوضاعش بهتر میشود، ولی بازم نیاز به باف داره. به نظر من همچنان نیاز به باف داره. نمره که 8.5 خیلی خوش آمد. از اسپریت استفاده کردن کار آسونی نیست. مرسی به لاگ زیبا، ماسکیتری که چسبیده کارو تمام میکنه. بله تموم شد و رفت. ریمیلی بچه ها فول زده، بالون سایکله. البته این ورژن از بالون فایبال داره، این چون مجیکاش رو میزنه کاره حریف کمی مشکل هستش. مرسی به پیشبینی دوم. پیشبینی اول بچه روی اسپیر گابلین، لاگی که زد. پیشبینی دوم روی والبکر و مجیکاچه. با مزه بود. روی 7.5 بچه ها. بله خب، اینجا یه زبف میکنم وسط مبسدی ها. آفاری چسبیده. بله پرنس بچه ها دش میکنه، دشش واقعا به تاویل بخور آدم رو فشاری میکنه. من بعد فشار میخورم بچه ها. پرینس که دش میکنه به تاور میزنه، خیلی آدم فشاری میشه. دارک پرنس اگه دش بکنه انقدر فشاری نمیکنه آدمو. پرینس با سیخ بچه ها بد میزنه. نمره 8 شانس. او این هوگه میزنه. او بازی بچه ها تموم شد. من اصلا حواسم به وقت اضافه نبود. ببینین این هوگه میزد، این هوگه نصف جونش بیشتر پر بود، بچه هوگه میزد و جدای از اون سر یه دمیج بازی رو بین گرفت. خیلی بامزه بود، یه راکت عالی. آخ چه شانس بود اسپریت بچه ها پرید. یکی از مزایای اسپریت بچه ها همینا، اگر الکترو اسپریت بود فکر میکنم هوگه میزد. فکر میکنم دوباره ببینم، فایر اسپریت بود که هوکس قطعا میزد، ولی آره الکترو اسپریت بود بچه هوگه دمیج میداده، که از مزایای آیس اسپریت همین هستش. نمره نو انصافا با مزه بود. لوات گلدن نایت و گالم با سفزش صورت گالم شد. او ابیلیتی و بچه زد. آره سرعتش واقعا زیاد شد. چه سرعتی داره، وای بچه. نکنه فروشن گالم انقدر سری باشه، دوستان گالم من نکنه اینجوری باشه. اون نامر چه زرنگی بود بچه. فروشن گالم اینجوری نشه. ببین خدا وکیلی مثل چیز میاد، مثل جوینت گوبلین سری شده. نمره نهونی با مزه بود. پیشبینی روی مینون هورد زدم، شوش تال بیاد. یعنی شو نمیفهمم، شوش تال بیاد من اولین بار شنیدم. ولی خواه اگه نمیگرفت شوش شما حال میومد و حریف شوش تال میافرد. اگه نمیگرفت این حرکت هوگه به تابل میزد، حریف یه حال حسابی به شما میداد داشته گل من. تو شما باشی که دیگه به شوش شده بیعترامی نکنی. شوخی میکنم، نمره 8 رو میدم، با مزه بود. بریم چیکار کردشون. این همه چی شده اینجا من نفهمیدم.
آها آقا پیش بینی که نبود برادر جان که این داداش گلو من. شما بریل رو زدی، اون از بخت بعدش، حالا بریل همون موقع افتاد تو زمینش. آه این باگ نیست، اینم باگ نیست، این پیش میاد. الکتروسپید برقش رو میگه اون پیش میاد. این لذت یک بار تو عمرت اتفاق میفته، دو تا مینیون یه راکت. اوه، یا خدا، تموم شد رفت کار حریف بچه ها، تموم هستش. یک بارم اتفاق نمیفته، واسه من پیش نیومده. البته کار این سعید هم درست نبود، حریف اگر پلگه بود یه راکت میزد دخل سعید رو میآورد. حریف آخه راکت داشت. ولی خب حالا سعید خوششانسی آورد و تونست بچه ها با این حرکت چی بگم میمون کثیف تونست بچه ها وین بگیره، کار حریف تموم هستش. نمره 8 رو میدم، پیشبینی ششنگو، پیشبینی ایکسپو و اسکلت با مرسی بود. بله سری مبیلیتی رو زد که نکنه حریفش فایبال بزنه و کوین رو از بین ببره. خیلی خوش آمد، ابیلیتی که زد خیلی به جا بود. مرسی کنون. یه موضوع رو بگم، اگر میخواد کنون پیشبینی بکنی، در واقع با کنون ایکسپو رو پیشبینی بکنی، ببین کنون رو این گوشه ننداز. اگر این گوشه بندازی حریف مثلا از این وسط ایکس رو بره، کنون رو نمیزنه. یکم سمت چپتر بنداز، فهمیدی چی شد؟ یکم سمت چپ بنداز، اگر اینجا هم ایکس رو انداخت کنون بزنتش، اینجوری خیلی حرفه‌ای تره. اسپریت باعث شد اینفرنو هوگو بزنه. ببینیم چه میشود اینجا. فکر کنم هوگو هول دادی ها؟ آره بچه، با آیسی که انداخت خوب هولش شد سمت راست، حرکتش با مزه بود. بله خیلی با مزه بود. آیس رو ببینین گوشه انداخت خوبو من سمت راست، این فنوتاویر هوگو زد. آفاری میگم بچه، ویدیو نکته داره میگی نه؟ خیلی تمیز با همین اسپریت یک اکسیری هوگو تونست دفاعش بکنه، فقط با یک دمش، فوق‌العاده است. خود من بچه یاد گرفتم. نمره 9.5، 9.5 که نه، نمره 9، 9 فهم میکنم بهتر باشه. پیشبینی ابیلیتی لیتل با اسنوبال، همچین پیشبینی تا حالا ندیدی. اوه ببینیم چه میشه بعد اینجا. اوه اصلا نداریم بچه، اون که اصلا دوستان گل من، اصلا ابیلیتی لیتل پرنس در حال دش دمیجی بهش وارد نمیشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اسنوبالی که زد به ابیلیتیش ضربه وارد کرد، خیلی عجیبه، واقعا عجیبه، شهر عجیبیه، خیلی عجیبه. بچه دیده بودین اصلا ابیلیتیش دمیج بشه در حال حرکت؟ منظورم ها، من ندیده بودم. اسپورکی هم دخلشون رو آورد، نمره 8.5. عجب پیشبینی، ببینیم چه کردشون. اوه چی انداخت بدبخ؟ آخ اسکلتا بچه ها اصلا نابود شدن در دم. اسکلتا بچه ها فدا شدن. بله فقط یه اسکلت اینجا مشخص شده، ببینیم گوشه یه اسکلت معلومه. این گوشه رو ببینیم. خیلی بامزه بود. نمره 7.5، پیشبینی مینون هورد با فایبال، عالی. پیشبینی برش عالی بود، فایبال تمیزی هم زد واقعا، آفری، عالی بود. 8.5، پیشبینی دارت گوبلین با گوبلین گنگ. کلن بچه تا پای جان از پرنسسش محافظت میکنه، گابلین بره دیگه اضافی با، عالی بازی میکنه. آره از پرنسس خوب محافظت میکنه، اسکیلش بچه بالاست. پیشبینی الکترو با ماینه که به خاطر همون تاور گرفته. پیشبینی بچه، پیشبینی بعدی نبود. حالا الکترو همچین کارت مهمی نیست، ولی حالا پیشبینیش پیشبینی جالبی بود. بله اینم نمره 8.5.
توضیحات چیزی هست؟ توضیحات نزده این بچه ها پیشمینی به حساب نمیاد. چون آخه شما کارتین انداخته بودی اصلا اون بخواه فایک رکر بندازه؟ حریف شما اصلا اشتباه کرد. یه موقع شما نایتو اینجا میندازی، بعد از روی پول لیتل میندازی فایک رکرشو پیشبینی میکنه، ولی شما اصلا کارتین انداخته بودی که مثلا اون بخواد فایک رکرشو بندازه، این پیشبینی نبود به نظرم. حالا من کاری به نوب حریف نوب بودن حریفش ندارم، میخوام بگم پیشبینی نبود. ما میخوایم پیشبینی رو یک بزنیم، من کاری به این مسئول ندارم، مرسی کنو. ولی آیا واقعا پیشبینی بودیم بچه ها به نظر شما؟ فهمیدین چی شد؟ میدونم مسئولتون نفهمیدین، بزنین توضیح بدم. ایشون که بچه ها مگانایتش رو انداخت، هر صد که حریفش اجازه بودیم، هر صد که بچه ها حریف بخواد جاینت کوبلینش رو کج بندازه که مگانایت بره سمت اسپارکی. کنونه که اینجا انداخت باعث شد که مگانایت بیاد این لاین سمت کنون. فهمیدی چی شد؟ مگانایت از اون لاین اومد این لاین. امیدوارم پیشبینی بوده باشه و میس نده باشه. تا برو زد ماشالله. 9:30 خیلی خفن بود. 9:30 کار هر کسی بچه ها نیست. پیشبینی جالبی بود. ولی خیلی خفن نبود. ولی خیلی جالب بود. آها. فرست ترای بار اول، نیکست ترای بار دوم، هرمون داره سریع تر میشه. آفرین. ایدید بچه ها بزنین دوستش دارم. بعده ایدید بزنین دوستش دارم. خوشم میاد. این حرکت رو دیده بودم، نمیدونستم اقدر حال میده. ببینیم چکا کردشون. اکتیو کینگ تاور با بولر، اونم با کنون. بچه خیلی سخته. آیسکال مالا یکم آسونتره، ولی خب با کنون خیلی سخته. گلاگ اینجا اکتیو میشه. کینگ تاور بچه ها بله اکتیو شده. خیلی سخته دوستان گل من، واقعا کار سختیه. کینگ تاور اکتیویشن با کنون و بولر خیلی سخته. این لاگ مهمه. لاگو زد، بوله یک کچولو اومد جلو، کینگ تاور رو اکتیف کرد. اصلا خیلی سخته، خیلی سخته. نمره 9.5 واقعا کار سختیه. نو پارتی ببینیم چه شده است اینجا. اوه هم فایبال رو میستاد هم اسنوبال، یعنی یک کدومشون هم نه، هم فایبال هم اسنوبال. زد به سایه ماسک، سایه ماسک رو با تیر زد. خب لاوا و بالون رو بچه ها انجام میده، حریفش نیدوش رو میش میده. ببینیم چه میشود اینجا. آخ آخ آخ، پویزن بچه ها توی سانه 45 رو میزنه. پویزن 15 به نظر شما بچه ها پویزن 15 تو یک ثانیه 45 رو میزنه؟ ببینیم پویزن چند ثانیه است کلا؟ فکر کنم 6 ثانیه است. آره میزنه. آره پویزن میزنه. یعنی بچه ها تو یک ثانیه تا برو نزدیک بود که از دست بده. حرکت بامزه زد. بله نه نمیزنه. چلتا کم میکنه. ببینیم چلتا کم میکنه. با مزه بود. نمره یه چیز بود دیگه، نمره 8 رو میدم. تاپ 400 بود. بله سطحش بالا بود. نمره 8 ما شلو پشه یه بچه پیشبینی. ولی خب چرا از اونجا، آخه چرا از وسط انداخری فرقی فاید پشت چیز مینداخت، پشت مایتی ماینر بچه ها مینداخت فایر کرکرشو؟ از وسط اصلا به تابر دمیجی نمیداد، بیفایده بود. میدونی چی میگم؟ یعنی در کل پیشبینی بعدی نبود. بریم سراغ ادامهش، بریم چی کردیم واسه ما. یه فایر کرکر عالی، فایر کرکر بچه ها پیشبینیش خیلی خوبه. مثلا روی مینیون هورد، سه مینیون، گابلین گنگ پیشمینیش فوق‌العاده است. یا حتی خوفاش حتما تستش بکنه. عالی، شاید خوشگل با یه ضربه
کار مینیون و بچه رو تموم میکنه. 8.5 نمره 8.5. اریت میزنه مگاناتو. بله اریت از روبرو، ویزارد از پشت، دخل مگاناتو آوردن، یه تیرالی تمام شد و رفت، تمام شد و رفت. اسکلتا رو بچه خیلی پیش بینی میکنه، دلم واسه شون میسوزه. علی کارت خوبی و اسکلتون آرمی میدونی چه دکی رو اذیت میکنه؟ دکای مثل تیری ماست که اسپل سبک ندارن و اذیت میکنن. یه بطل دیگه ما ببینیم، راکت پیشمینی بشک شدو چیکار کردشون؟ اوه به والکیری هم بچه خورد، خیلی بامزه بود. خدایش دوستان گل من بامزه بود، عجب راکت های میزنین. یعنی بچه اسکلت و راکت شما بیچاره کردین دیگه. راکت و پیشبینی اسکلتتون خدایش بی نظیره. نمره 8.5. تازه شروع کردم ببینم چیکار کردشون. فایبال رو بربر، ماشالله پسر، یه فایبال بچه عالی روی بربر. اگر شروع شما اینجوری بوده بعد یک سال میتره کنه. خیلی ممنونم که با من همراه بودیم. بریم بچه سراغ تیتراژ پایانی دوستان گل من. سپاسگزارم که تا به اینجای کار ویدیو رو بچه ها دنبال کردین. باز هم تکرار میکنم، اگر میخوایم واسه ما ویدیو ارسال بکنین، لینک کانال تلگرام توی کامنت ها پین شده، تو توضیحات ویدیو هم هست. لایک و کامنت و ساب فراموش نشود که باعث افتخار منه. عزیز دلین تاج سرین، ممنونم که وقت با ارزشتون رو برای محتوای من هزینه میکنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.